حالا که من این چیدمان را آوردم، ما لیات وجودی، چیدمان وجودی داریم که بر اساس چیدمان وجودی یک سری بحث ها رو دنبال میکنیم. حالا میخواد در مدیریت باشه، خب میخواد در مدیریت باشه، میخواد در جای دیگه. حالا یک مدیر وقتی که بحث تصمیم گیری پیش میاد، یه سوال میکنم، چند درصد از تصمیم گیری های ما در لحظه احساس کردیم که تصمیم گیری ما کاملا درسته ولی بعدش فهمیدیم که کاملا اشتباه کردیم؟ چند درصد تصمیم گیری های ما؟ حالا چند درصد از این تصمیم گیری ها در حد سازمانه؟ خیلی زیاد. خب داریم افرادی رو که مثلا فرض کنید اگر روز یک شنبه بعد از ظهر از در پارک، یک شنبه اگر باشه، از در پارک عبور کنن حالشون بد بشه؟ چند نفر داریم که مثلا جمعه بعد از ظهر میگن ما حالمون بده؟ چند نفر داریم که نسبت به یک سری مسائل واکنش های غیر عادی دارن؟ داریم یا نداریم اصلا؟ خب طبیعی ترینش یه نفر میگه که اگر مثلا فرض کنید به جلوی من اسم گوجه فرنگی بیارید من اصلا حالم بد میشه، درسته یا نه؟ خب تصمیم گیری های ما منوط به عبور از چه نرم افزارهایی است؟ خب اولا رفتار ما مبتنی بر چیست؟ رفتار ما مبتنی بر تصمیم گیری است. تصمیم گیری های ما مبتنی بر وجود نرم افزارهای بسیار زیادی که سر راه این قضیه قرار داره که در واقع من مثلا یه نمونه شما برای شما بگم، فرض کنید که در اینجا، خب در نظر داشته باشین مثلا یه نفر پاش گیر کنه سرش بخوره زمین، خب و در اون لحظه سرش درد میاد، درست در لحظه که سرش داره میخوره زمین چشمش میخوره به کسی که بالای سرش واسداده شلوار مثلا آبی روشنی پاشه، خب این ماجرا تموم میشه، این آقا بلند میشه سرشو میگیره میره. از این به بعد هر وقت آقای رو ببینه با شلوار آبی روشن سرش احساس میکنه سرش درد گرفت. خب حالا بعضی موقع ها ممکنه اصلا رنگ آبی روشن ببینه احساس بکنه سرش درد میکنه. حالا بعضی موقع ها ممکنه که سرش درد نگیره ولی سیستم های تدافعی داخل که حالا مکانیزم مفصل و پیچیده داره از دیدن رنگ آبی اون به یه شکلی چیکار بکنه؟ منزجر بشه، به یه شکلی مایل نباشه رنگ آبی مثلا روشن ببینه. خب لذا شما با افرادی برخورد میکنی میگه که من از رنگ فلان متنفرم، شما میگه آقا برای چی رنگ فلان، یا خانم علی برای متنفری، هر چی فکر میکنه خودش علتش رو پیدا نمیکنه. خب و در مورد خوراکی ها، در مورد سلیقه های مختلف و در مورد مسائل مختلف میبینید که یه عامل خیلی به اصطلاح پیش پا افتاده، یه سری اتفاقای پیش پا افتاده باعث میشه که ما همه در بینشای خودمون یک خط قرمزهایی داریم، یک مسائلی رو داریم که برین یک نمونشه و اگر فرصت باشه در جایی که فرضاً مفصل راجع به همینا صحبت بشه میبینیم که رفتار ما تابع شرایط نرم افزاری پشت صحنه است که این شرایط نرم افزاری پشت صحنه تعیین کننده اینه که من چه تصمیمی بگیرم. جلسات قبلی توضیح دادیم که وقایع و حوادث بیرون، مثال و انفجار رو زدیم خدمتتون، مثال و انفجار رو زدیم، دیدیم که ما به یه نسبت نمیترسیم، ما اگر خبرهای ناگوار پیش بیاد به یه نسبت واکنش نشون نمیدیم. خب و ما توی بحران ها خب واکنش همسانی نداریم، این نشون میده که ما ماشین نیستیم اولا. خب حالا این وقایع و حوادث از کجا میگذرن که تعیین میکنه که بعدش ما چه رفتاری، چه واکنشی داشته باشیم؟ توضیح دادیم که از یک فیلترهای عبور میکنه که این فیلترها یک فیلتر بینشی است. خب
یک فیلتر منشی است. حالا اینا چیزایی است که ترمینولوژی های خودمونه باید تعریفش بکنیم. و دیدیم که مثلا اگر یه خبر مرگ بیاد، یک نفر اینجا برنامه ریزی شده، برنامه پذیر اینکه آموزه ها و باورهای فرهنگی، مذهبی، عرفانی، علمی، فلسفی مرگ رو برای اون قبلا تعریف کرده، به صورت یه پکیج اینجا گذاشته. تا خبر مرگ بیاد چی میشه؟ اون با اون پکیج قیاس میکنه، یه دفعه میزن سر کله خودش، یه دفعه گریه میکنه، یه دفعه یه چیز، یا یه دفعه میگه که انا لله و انا الیه راجعون. خب و هیچ طوری نمیشه، و بعد میگه اصلا مرگی وجود نداره و فلان. خب درسته؟ لذا این باورها و برنامه‌هایی که قبل به ما دادن تعیین میکنه. یا یه نفر تو جبهه این بر اون بر با صدای انفجار آشناست، الان صدای انفجار بیا اصلا چیزی میشه، ولی ما که صدای انفجار نشنیده باشیم بلافاصله یه واکنش وحشتناک نشون میدیم، ترس اینا وجود ما رو فرا میگیره.